در کوچه های شهر عشق جا مونده رد پای تو، با خاطرات مشترک دل میشه هم صدای تو. تو میگی از شبی که بود خورشید از سیر میله ها پروانه های شهر نو در بند سرد پیله ها. میگی تو از پرنده ای با جا بی هم نفس، روزی به جرم پر زدن شد آشنای چمن، گوشه چمن تازه بشکفته، تازه بشکفته، نه دستم بش میرسه، بش میرسه، نه خوش میفته، نه خوش میفته. جستم 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 به روح الله پیوستم، جستم 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 به روح الله پیوستم. معمولا موقعی که تعقیب شون میکردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن، در مورد تشکیل گروه جوانان غیور قم، یک بعد از ظهر بود که اومدن خونم، چشمامونی که باز کردن تو اتاق اصلا نگران بودیم، دیدن بعد جایگیر کردن. اینجا جای من، اینجا من اتاق همین تمشیت یا شکنجه معروف. شروع کرد به برق الکتریکی دادن. من با حالت طبیعی نتونستم از اینجا برم بیرون. گفت عوض چقدره؟ نگاه کردم یه شعر نوشته بود پشت خطی. با این حالت دم طلق طلق طلق. خیلی محرمانه. سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک. مشخصات متهم: محمود، فرزند حسین، شهرت رضویان، میزان تحصیلات: فارغ التحصیل ششم ریاضی از دبیرستان شهریار شهرستان قم. موضوع اتهام: اقدام علیه امنیت کشور. نامبرده فردی است که نسبت به افکار ایدئولوژی خود مؤمن و متعصب بوده و بنابراین فعالیت و عضویت مشارون الهی در گروه برانداز مکشوفه اخیر که هدفش مخالفت با رژیم مشروطه سلطنتی و ایجاد یک حکومت واحد اسلامی است محرز و مسلم بوده. من از کوچیکی تو فیضیه بزرگ شده بودم. مغازه پدرم نزدیک فیضیه بود. مدرسه فیضیه درست بین حرم و مغازه ابوی ما واقع شده بود. شبای جمعه پدر من میرفت حرم، بقیه شبها رو اینجا نماز میخوند و ما عموماً به اصطلاح نماز جماعت رو اینجا برگزار میکردیم. هم بازی میکردم، هم درس میخوندم، هم نماز میخوندم، هم دنبال پدرم میرفتم. یه شب یادم میاد که بعد از تظاهرات مسجد امام که عمدتاً هم طلبه ها بودن، موقعی که میمدن داشتن شعار میدادن به نفع حضرت امام، صحنه کتک خوردن یه طلبه ای رو جلوی مغازه پدرم نزدیک مدرسه فیضیه دیدم. با باتون افتاده بودن به جون این، انقدر زدنش که کوزه‌ای که دستش بود جلوش خورد زمین، خورد شد کوله، خورد شد و خودش هم افتاد دمر روی خدمت شما. این کوزه دقیقاً همینجا بود، همینجا، یعنی همینجا، انگار منم همینجا نشسته بودم، همینجا تو مغازه نشسته بودم. اون موقع نونوایی بود و یه نفر نبود بره اصلا کمک به این بکن. همش دنبال این بودم که کی میشه ما بزرگ بشیم بریم کمک اینا بکنیم. سال 42 خب ما کوچیک بودیم،
خیلی متوجه نمی شدیم، اما اون صحنه ها رو دیده بودیم، صحنه های کشتار 42 رو. موقعی که من رفتم داخل واقعا صحنه عجیبی رو ملاحظه کردم. درخت ها همه شکسته شده بود، درهای حجره ها همه به اصطلاح شیشه ها شکسته بود، درها خرد شده بود و از همه اونا مهمتر تعداد زیادی عمامه، عبا، قبا، ردا، دمپایی، کفش، نعلین بود که توی به اصطلاح اون قسمت طرف مدرسه فیضیه به طرف دارشفا اونجا همه رو تو یه محوطه وسیع پخش کرده بودن. ولی دیگه تو سال 50 کاملا خودمون احساس می‌کردیم که به حدی رسیدیم که میتونیم حالا وایسیم و خلاصه حرکتی رو داشته باشیم. اعلامیه‌های حضرت امام رو پخش می‌کردیم، بیشتر هم سعی می‌کردیم اعلامیه‌ها رو از کتاب حکومت اسلامی حضرت امام استخراج بکنیم. دلیل اون اعلامیه‌ای که منتشر کرده بودن، وزیرش نوشته بودن گروه جوانان غیور شهرستان قم، اسم این گروهی که دستگیر شد گذاشت جوانان غیور شهرستان قم. اون خونه گوشه‌ای اون پای تیره کجاست؟ اون خونه من نیست. من با دوچرخه از سر کار برگشتم، اومدم خونه، نزدیک ظهر بود. حالا نگو مامورا کل منطقه رو محاصره کرده بودن. چهاردهم آبان سال 52 بود، یک بعد از ظهر بود که اومدن خونه‌مون. ساعت 12 و نیم یک ظهر بود، یادم میاد که توش ابتدا بردن شهربانی قم، اکیپی که از خود کمیته مشترک و سواک اومده بودن قم. جا شما خالی یک پذیرای مفصلی توی شهربانی قم، همین منوچهری لعنتی پذیرایی، البته به سبک خود سواکی‌ها. بعد شب بود تقریبا، ساعت فکر میکنم 9:30 شب بود که از سواک قم ما رو انداختن تو ماشین و به طرف تهران. روی سر ما یه دونه کتمون انداخته بودن و کلمون هم کرده بودن زیر صندلی، حالت قوز پیدا کرده بودم من. تقریبا میشه گفت تمام فکر و ذکر ما این بود که ما اطلاعاتی به اینها ندیم تو مسیر. حدود 1:30 بعد از شب ما رسیدیم اینجا. چشمامونی که باز کردن تو اتاق افسر نگهبان بودیم. اتاق افسر نگهبان فکر میکنن که همین جاها باید باشه. این که نبود. نه. بله، همین اتاق افسر نگهبان همینجا بود. ما را از همین در آوردن که ما دو سه تایی رو رفتیم اون گوشه وایستادیم، این گوشه. یه 4-5 تا سرباز هم دور تا دور اتاق بودند و به ما گفتن که لخ شو. خلاصه لخت مادرزاد اینا کردن و نهایتا بازرسی کردند و یه دست لباس زندان به ما دادن. Thank you.
شب صدای فوش و سر صدا و داد بیداد از پشت این به اصطلاح شیشه و پنجره که اینجا وجود داشت کاملا چه میمد که همونجا آدم احساس یک روب و ترس و وحشتی رو اینا میخواستن تو دل آدمایی که میان اینجا با همون حالت چه شما رو بستند و کار مقدماتی که تموم شد ما رو آوردن سلول. سلول 20 فکر میکنم بود. ما رو انداختن تو سلول، چه شما رو باز کردن. در سلول باز کردن، افسر بازه من رو هلم داد داخل سلول. تا اومدیم بفهمیم نگاه میکردم اطراف سلول ببینم که اینجا کجاست، چجوریه. جدن بعد جایگیر کردم یه سلول تقریبا یه متر دومه. نور خیلی ضعیفی توی سلول میتابید. عینک منم گرفته بودن چون میترسیدن که با شیشهش خودکشی بکنیم. هنوز دنبال بودم که زخمایی که کتکایی که تو قم خورده بودم اونا رو ببینم بعضم چجوریه، یه خورده به خودم بیام. شاید کمتر از یک ساعت گذشته بود، ساعت دو یک و نیم، دو و نیم بود. ساعت تقریبا یک و نیم دو از شب، سه از شب که یه مرتبه دیدیم در سلول ما باز شد و خود بازجو که منوچهری بود اومد دم در سلول. تا صبح دیگه ما چیه؟ اتاق بازجویی بودیم و اتاق همین کمشیت یا شکنجه معروف که بود، که اونجا دیگه شب اولی بود که آپولو رو خلاصه رو ما امتحان کردن. اولین شکنجه‌ای که ما رو کردن بعد از اون کلکفتایی که تو با کابل و شلاق و لغت و اینا زدن، بردن اتاق حسینی و آپولو بود. من شاید یه مدتی طول کشید پشت در این اتاق که اینو میزدن، خیلی برام زجرآور بود و تازم دستگیر شدم. گفتم خب حالا دیگه چی کار میخوام بکنم، که ما رو اتاق حسینی این یه گنجیش اومد، چون هیکل خیلی گنده‌ای داشت و خیلی هم قوی بود، اینجوری این منو گرفت بلند کرد گذاشت روی به اصطلاح همین صندلی آپولو. پاهامون هم به صورت میشه گفت که عمودی افقی جلو باید اونجا به صورت دوتا بوده بست. دستارم مثل با دوتا از این دستگاه آهنگری ها که آهن پیچ میکنن یه همچین حالتی دو طرف بست. ما فکر میکردیم که شکنجه ایناست، نگو همه اینا برای آماده سازی بود که داده شکنجه رو شروع بکنن. بعد دیم شروع کردیم یه سری از این الکترود پنسای الکتریکی که به اصطلاح هست شروع کردم بس کردن به آلالای گوش، بینی، سینه، چشاله های ران و نهایتا جوهای حساس بعدم. خب گوه حالا حرفاتو میزنی یا نه؟ ما حرف نزدیم اصلا اشتباه گرفتیم. که دیگه شکنجهشون شروع شد، شروع کرد اول با شلاق و کاپ کف پای من زدن. بعد این الکترودایی که پرسایی که بس کرده بود شروع کرد به برق الکتریکی دادن. کلید اینو که میزن شما یه مرتبه اون قسمت هایی که این پنسا وست بود شروع میکرد به اون چنون لرزشی که
آدم احساس میکرد که اگر بسته نبود روی صندلی محکم مثلا میخورد به سقف، این مطلب هر شرکتش زیاد بود. هر چی که ما رو میزن ما فریاد میزدیم به اصطلاح یا امام حسین یا حضرت علی یا حضرت زهرا، آخرش دیگه میگفتم خدا خدا، این میزد من میگفتم خدا خدا، اونم فوش میداد به نوازم بلا به خدا جواب بده خدا خدا به هر چی مقدسات بود فوش میداد، به ائمه فوش میداد، به امام فوش میداد، به علما فوش میداد. که دیگه خلاصه اینقدر این ادامه داد که من احساس کردم که مثل که خلاصه اینا نمیخوان در واقعا دیگه حالت بیحالی و بیحسی و بیهوشی به من دست داده بود. تا حسینی هم دیگه نورم چقدر کشید، اینقدر میدونم که نزدیکی های سحر و صبح بود، هوا داشت روشن میشد که من اومدم به اصطلاح در حقیقت من رها کرد. موقعی که از تخت من رو آورد پایین انداخت رو زمین، اصلا تمام لباس هم اگر میچلوندی به اصطلاح آب ازش چیه میچکید. که اینجا که بودم در من خیس خیس بودم، لباس هم خیس خیس بود. فکر میکنم که چندین کیلو من همون شب لاغر شدم. تا یه سربازه اومده گفت نشیدید، من نشستم. گفت که چه؟ چرا نشستی؟ تموم شد. گفتم آره. نگو اینا خودشون هم خسته شده بودن، دیگه خوابشون رفته بود، مرده بود. که گفت همینجا و بعدش هم منو برداشت و بردم تو سر. که رفتم سلول با وجودی که تمام بدنم درد میکرد، تکیه میدادم کمرم درد میکرد، خواستم بشینم کشاله رونه با پاهم درد میکرد بلند میشد، دستم رو میخواستم بزنم زمین، اصلا مونده بودم نمیتونستم بشینم، نمیتونستم پاشم، نمیتونستم میخواستم پاشم که پاهم اجازه نمیداد، میخواستم تکیه بدم نمیداد، میخواستم بخوابم چون همه جای بدنم تقریبا کوتاه خورده بود. میشه گفت که خلاصه یه چندین ساعت طول کشید تا ما بتونیم یواش یواش خلاصه با فضای اونجا خودمون رو تطبیق بدیم. نگاه کردم یه شعر میشه پشت خط پشت سلول ما، شعرش هم این بود: در آن زمان که امیدت برید از همه جا، ببین به کیست امیدت، بدان که اوست. درس خودشناسی بود که اگه به درونش آدم ها مراجعه میکردن کاملا احساس میشد که خدمت شما کنن که خدا داره میبینه، ناظره، کمکش میکنه. کلن سرود توی زندان و سلول یکی از عوامل انگیزشی بود مال بچه ها. یکی هم آیات قرآنی بود که ما قبل از دستگیری باز با بچه هایی که فعالیت داشتیم اونها رو سعی میکردیم هم بخونیم، هم حفظ کنیم، هم ترجمه. شهید علی موحدی از زندان قزله، چون قبل از ما یکی دو بار دستگیر شده بود، موقعی که از زندان اومده بیرون یه تعدادی از این شعرهای به اصطلاح انقلابی و به اصطلاح جهادی رو با خودش آورده بود بیرون. بیشتر هم آیات مبارزه و جنگ و جهاد و جدال با کفار و مشرکین بود. هرچی آیه خلاصه
مبارزاتی بود و به قولی بچه ها موقع بودن قتل قتله، بچه ها کشته مرده آیاتی بودن که گفتن و قاتلو هم. تو عالم تنهایی خودم با همین سرودها سر می کردم، هم مشغول بودم، هم فکرم رو به اصطلاح به خودش مشغول می کرد و هم اصلا به ما روحیه می داد، انگیزه می داد. هوا تاریک، فضا دم کرده و سنگین، حصار از هر طرف پیچیده در هم تنگ، سکوتی تلخ و وحشت زا فرا گسترده بال و پر، و من با پیکری رنجور در این نفرت زده سلول نشسته با خدای خیشتن تنها. فروغ چشم هایم بی رمق گشته، براندامم حکومت می کند لرزه، سرم می چرخد از سستی و می آید صدا از بند بند استخوانهایم، ولی خرسند و خوشحالم، نمی گریم نمی نالم که در راه خدا اینها و صد مانند اینها سهل و آسان است، شکنجه زجر و زندان راحت جانم. از آن روزی که بر خود برنهادم نام انسانی و از آن لحظه که پوییدم ره و رسم مسلمانی، پذیرفتم همه هرچه رضای کردگارم بود، بریدم دل ز هرچه سد راهش بود، گذشتم از زن و اموال و فرزندان، فدا کردم به راه او جوانی و توان و جان. ای خدا، من حقیقتا راجع به آسیا تا الان کمتر گفتم که یه به اصطلاح تخته بزرگی بود که گرد بود، اینا از سقف آویزون کرده بودن به وسیله زنجیر. میتونم بگم که تقریبا من با حالت طبیعی نتونستم از اینجا برم بیرون. اونایی که نمیتونستن راه برن، بعضا اتفاق میافتاد که دمپایی به دستشون بود، حالت نشسته، اگه دستاشون تازه جون داشت، با این حالت دمپایی هاشون رو میکردن تو دستاشون اینطوری، خودشو به اصطلاح میکشن رو زمین، مثلا شاید 10 دقیقه میکشید دستشو بلند میکردن وارد بود زمین، تو سلولا صداش میمد تلق 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 تلق. هوا تاریک، فضا دم کرده و سنگین، حصار از هر طرف پیچیده در هم تنگ، سکوتی تلخ و وحشت‌زا فرا گسترده بال و پر، و من با پیکری رنجور در این اومد سه تا دسته 5 نفره رو 6 نفره رو، یکی از تهران، یکی از قم، یکی از زابل دستگیر کرد. این گروه هم در مقطعی دستگیر شده بود که آمریکایی‌ها تو ایران ترور شده بودن، هنوز عواملش مشخص نشده بود. ساواک برای اینکه بتونه اینا رو به اصطلاح نشون بده که قدرتمنده، سعی کرد که این گروه ما رو در حقیقت قربانی اونا بکنه، جلو پای آمریکایی‌ها در حقیقت قربانی بکنه. برای ما طوری پرونده سازی کردن که اتوش 14-15 اعدام در بیاد، از یک طرف بس کردن به الفت،
از یک طرف بحث کردن به گروه های فلسطینی، از یک طرف بحث کردن به گروه هایی که بانک زدن، از یک طرف بحث کردن به ترورهای زیادی که انجام شده بود. خلاصه یک ملقمه درست کردن که موقع که ما فرستادن دادگاه خیلی راحت دادگاه اول به ما 14 تا اعدام دادن. خود من جز اعدامی ها بودم، یه بار اعدام گرفته بودم با 10 سال محکومیت، نهایتا بردن دادگاه دومم تشکیل که دادن، محصولش این شد که 7 تا از بچه ها اعدامشون تایید شد، 3 تاشون رو تخفیف دادن عفو کردن، 4 تاشون هم نوجوان مردانه اعدام کردند و شهید کردند. به موجب رأی صادره از دادگاه عادی شماره 1 تهران در ریاست سرتیب، ابوالحسن غفارزاده به اتفاق آرا هر یک به اعدام محکوم گردیدند. به موجب رأی صادره از دادگاه تجدید نظر شماره 2 تهران در ریاست سرلشکر عبدالله خواجه نوری به اتفاق آرا، رأی دادگاه عادی در مورد ردیف های یکم الی سوم تایید و ردیف های چهارم الی ششم هر یک به حبس دائم محکوم گردیدند. درست 2 ماه کمیته بودم. 2 ماه. بعد 2 ماه که میشه دی 52 وسط زمستون رفتم زندان قصر. اینجا ما خودشون تشریفاتی داشتن، انگوش نگاری بکنند و پرانده تشکیل بدند و بازرسی بکنند و یا از این هم رفتن یا از این هم رفتن یا از این هم رفتن. من همه این بنده بودم، شما کجا رو مخواهیدم براتون بودم؟ اینجا جای منه، اینجا من بخواهیدم. اونجا آقای امانی هستش، امانی میشه. اونجا جای حاجی عراقی، شهید عراقی حاج میتی. اینجا یکی بود به نام حسین مرادی، اینجا میخواهید. حاجی عراقی صبح زود از خواب بلند میشد بعد نماز، همون سرجای خودش هنوز در رو باز نکرده بودن، اونجا ورزش رو انجام داد. این داری ورزش میگن اینجا اونجایی بود که خدا رحمت کنه شهید رجایی بارها و بارها اینجا غروب که میشد نماز به اصطلاح جماعت رو اینجا مثلا بچه های مدن خودشون شروع میکردن، حالا یکی بقیه هم میمدن چیکار میکردن؟ اقتدام کردن. همینجا همینجا خدمت شما کردن. اینجا البته یه دونه حوض ما داشتیم، همینجا تقریبا ما بارها و بارها اینجا محل تقریبا جلساتمون بود. اینجا چون میشستیم زمین همینجا، اینجا ما یه آدم اینجا به این صورت بود، بچه ها 2 به 2 بلند میشدن و دور حیات قدم میزدن، خاطره میگفتن، تبادل تجربه میکردن، شعر زیاد اینجا حفظ میکردیم، با بچه ها میخوندیم. خانواده قبلا میدن همه ردیف اینجا به اصطلاح اینطوری ما میستدن فویسر هم اینجا میدویدیم، اینجا میدویدیم، اینجا میدویدیم، اینجا میدویدیم. تقریبا برای هر نفر اینا سعی میکردن که یکی دوتا معمول بگذارن. مادرم خب اول که اومد تو چشاش کاملا من احساس کردم که عشق جمع شده بود. اومد ملاقات به من گفتش که چقدر گرفتی؟ چقدر محکوم شدی؟ گفتم که ابد. گفت ابد چقدره؟ گفتم سال نداره. گفتم ابد سال نداره ولی خب هست دیگه. گفتم یعنی ما چیکار باید بکنیم؟ گفتم هیچی، شما برید دعا بکنید تا اینا هستن ما اینجاییم. دعا کنید که اینها نباشن. در این خاطره تو زندان قصر اون موقعی بود که من احساس کردم که دعای این مردم و دعای پدر مادرم
در حقمون مستجاب شده. کردم که دوباره زنده شدیم و خدا ما رو دوباره به این دنیا برگردونده تا راه شهدا رو ادامه بدیم. و خلاصه از اینی که میگم توی این فراز داره که میگه خلاصه خدا دشمن ستمکاراست، نابود کننده ستمکاراست. خدا کوچه های شهر عشق جامونده رد پای تو، با خاطرات مشترک دل میشه هم صدای تو. تو میگی از شبی که بود خورشید از سیر میله ها پروانه های شهر نو در بند سرد پیله ها. میگی تو از پرنده ای با جا بی هم نفس، روزی به جرم پر زدن شد آشنای یک قفص. یا آسمون پرنده بود با آرزوی پر زدن در یک زمین مشترک، خود را به هر خطر زدن. زخمی شدن پرنده ها در زیر تازیانه ها، اما پرنده ای نشد پابند دام و دانه ها. بازم بگو از اون شبا هم بند آشنای من، از اون شبای بی کسی اینای هم نوای من. تو آسمون شب خورشید عزیز لاله ها، آزادی پرنده ها مدیون ایثار شما. کوچه به کوچه کو به کو میام من از پی صدا، سمت روشنای هم پای هر چه رد پا، هم پای هر چه رد پات، هم پای هر چه رد پات.